حالا در انتهای برنامه گفتگویی داریم با بهار موحد از خوانندگانی که تاکنون چندین آلبوم موسیقی منتشر کرده. بیشتر کارهای او تاکنون به زبان کردی بوده که زبان پدریشه، اما او به تازگی کارهایی رو هم به زبان ترکی منتشر کرده که زبان مادریشه. بخشی از یکی از قطعات ترکی بهار موحد به نام لپلار را براتون پخش میکنیم، اما قبل از اون بهار موحد با ماست تا درباره کارهاش بیشتر صحبت کنیم. خب بهار عزیز، شما به سه زبان کردی و ترکی و فارسی میخونید، چطوری میتونید به سه زبان بخونید ضمن اینکه دندان پزشک هم هستی، کار پزشکیتون هم بکنید؟ سلام خدمت شما آقای صبای عزیز. خواستم بگم که خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من دادین و دعوتی که کردین و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه‌تون هستم. بله، خب من خودم توی تهران به دنیا اومدم، در تهران بزرگ شدم، ولی پدرم کرد هستن و مادرم آذری هستن. بنابراین از بچگی با دو زبان و گویش و فرهنگ کردی و آذری آشنایی داشتم و به لطف پدر و مادری که همیشه عاشق موسیقی بودن، موسیقی از جنس خوبش همیشه در خونه ما شنیده میشد، مخصوصا موسیقی کردی و مخصوصا موسیقی آذری. و نهایتا من علاقه شدم به یادگیری موسیقی، ولی حدود 20 سال من صدام رو در زمینه آواز اصیل ایرانی یا موسیقی سنتی پرورش دادم، نزد استادانی مثل استاد پریسا، استاد شهرام ناظری، استاد حمیدرضا نوربخش و استاد محمد رضا شجریان آموزش دیدم. و در واقع موسیقی اصیل ایرانی به زبان فارسی حیطه اصلی خوانندگی منه. بله. و کارهایی هم در این زمینه داشتم، مخصوصا که زمانی که ایران بودم این آثار به صورت همخوانی بود، بیشتر به صورت حالا کارهایی در آلبوم‌های مختلف موسیقی یا موسیقی متن فیلم یا موسیقی متن تئاتر. ولی نمیتونم اینو انکار بکنم که همیشه چقدر موسیقی مقامی و موسیقی نواحی کشورمون و موسیقی فولکلور به لحاظ تنوع ملودی و تنوع ریتم برای من جذاب و هیجان انگیز بوده و هر از گاهی تجربه های از این دست برام خیلی خیلی خوشایند. بسیار خوب. حالا این قطعه‌ای که ما میخواییم پخش کنیم، قطعه لپلار، برای ما در مورد این قطعه بگید که به زبان ترکی شعرش در مورد چیه؟ برای اونایی که ترکی بلد نیستن بدونن شما درباره چی دارین میخونید. حتما. این اثر اسمش هست لپلر و در واقع برداشت و بیان موسیقایی من و صفا شهیدی، دوست نازنین پیانیستم، هست از یک آهنگ آذربایجانی قدیمی به همین اسم، معنیش میشه موج‌های کوچیک. در واقع این شعر یک مفهوم انتظار خیلی زنانه‌ای رو داره به تصویر میکشه، انتظاری که خیلی زنانه است، خیلی عاشقانه و شاعرانه و امیدوارانه است. داستان شعر داستان یک زنیه که منتظر بازگشت معشوقش یا مردش از یک سفر دریاییه که اون موقع بیشتر سفرهای مربوط به در واقع کار در چاهای استخراج نفت در دریای خزر بوده و این زن امیدوارانه منتظر بازگشت معشوقشه و سفری که شاید هیچ بازگشتی هم نداشته باشه. و در طول شعر از تشابیه خیلی ساده ولی خیلی شاعرانه استفاده میشه. این زن در کودکی داره که در گهواره خوابونده و در سکوت شب با موج‌های دریا صحبت می‌کنه، با آب‌های آبی خزر صحبت می‌کنه و از اونها می‌خواد که از موج‌های متلاطم می‌خواد که آروم باشن و راه رو برای معشوقش باز بکنن تا بتونه پیروزمندانه از سفر برگرده. مفهوم این شعر انتظاری که زنانه است و به نظر من برای من و خیلی های دیگه خیلی انتظار ملموس و قابل درکیه. فکر میکنم همه ما در اطرافمون زنی رو با این جنس انتظار میشناسیم و انتظار فقط مربوط به انتظار یک زن برای معشوقش نیست، میتونه انتظار مادران منتظر در طول سالها و قرنها باشه. و من میخواستم اینجا اگه اجازه بدین این اثر رو در وهله اول به هم همیهنان آذربایجانی عزیزم تقدیم بکنم و به همه کسانی که عاشق موسیقی آذربایجان هستن و
به همه زنان عاشق و به همه مادران سرزمینم. امیدوارم که کاستی هاش رو بر ما ببخشند. حتما کاستی میگم، حتما کاستی نداره خانم. خیلی چه شعر عمیقی داره این لپلر. خیلی ممنون خانم بهار موحد. حالا در پایان برنامه قطعه لپلار از ایشون رو براتون پخش میکنیم. تا هفته بعد خوب و خوش باشید. Abşıran oğlum.
zaferlerle